با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه نب انتخابات که در این قسمت دو مهمان عزیز و گرامی، جناب آقای شاه حسینی از حزب دموکرات کردستان و جناب آقای مهدی جلالی تهرانی از جریان سوم با ما هستند. خدمت جناب آقای حسینی، اگر صدای من رو دارن سلام عرض میکنم. اولین سوالم رو با شما شروع میکنم. میخوام بدونم که حزب دموکرات کردستان ایران در مورد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که همزمان هم هست با شوراها و البته در بعضی هم شهرها نیم دوره خبرگان، چه بیانیه‌ای داده و سیاست حزب شما رو بینندگان بدونند و بیشتر در جریان باشند. بفرمایید. با عرض سلام خدمت جناب علی و مهمان عزیز برنامه‌تون آقای جلالی تهرانی، که خیلی خوشحالم که با هم در یک برنامه شرکت کردیم. سیاست حزب ما و موضع رسمی حزب ما نه در مورد فقط این یک رأی دادن، حالا اگه انتخابات اسم بریم مثل که ظلم کردیم به انتخابات، به این رأی دادن از اول مشخص بوده. 43 سال قبل حزب ما با توجه به شناختی که از آخوندها و از آقای خامنه‌ای داشت، از اون بدعت نوظهوری که بیان کرد رژیم جمهوری اسلامی، میدونستیم که چیزی ناشناخته و نامفهوم هست. از اون روز ما تمام انتخابات جمهوری اسلامی رو تحریم کردیم و شرکت نکردیم. خوشبختانه امروز میبینیم کسانی که تا دیروز ما رو سرزنش میکردن در مورد تحریم انتخابات و مبارزه با جمهوری اسلامی ایران، امروز خودشون به این موج تحریم اضافه شدن. هر چند گاه گداری حرفای میزنن که تقصیر بردار هست و قول خودشون یک نقطه برای برگشت اضافه میکنن، ولی امروز مردم ایران خیلی خوب در مورد تحریم انتخابات به میدان اومدن. اصولا باید هم همین باشه. من نمیدونم رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران چه سیره ای هست. اصولا انتخابات وقتی انجام میگیره که لااقل اختیارات و مسئولیت های مشخصی به کسی داده بشه. در جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور کاری نیست. اون کسی که باید در موردش رأی گیری بشه نفر اول، معمولا نفر اولی که مسئول اداره مملکت هست و تمام اختیارات در اختیار این شخص است، که اینو از اختیارات مردم سلب کردن و به اختیارات آقای خامنه‌ای خود شخص خودشون رو افزودن. بعد اگر رأی‌گیری در جمهوری اسلامی مؤثر بود و میتونست تغییری ایجاد کنه، من مطمئنم جمهوری اسلامی رأی‌گیری رو از مردم سلب میکرد، به اجازه رأی‌گیری نمیداد. این رأی‌گیری فقط برای بیعت مجدد با این سیستم هست و میخوان اینو به دنیای غرب بفروشن. خیلی خلاصه، در نتیجه ما مصرانه در مورد تحریم این انتخابات و این رأی‌گیری هستیم و از مردم میخوایم که در این رأی‌گیری شرکت نکنن. آقای تهرانی، با تشکر از حضور شما در برنامه، خب جمهوری اسلامی ایران نظامش برای همه کاملا روشن هست که یک نظام دیکتاتوری هست. چرا در یک نظام دیکتاتوری انتخابات صورت میگیره؟ آیا این انتخابات ها چه نفعی برای نظام داره، در حالی که در بعضی از انتخابات شاهد بودیم که موج وسیع از نارضایتی ها شکل گرفت و همچنین
تظاهرات گسترده‌ای در ایران بود. به عنوان مثال میشه به انتخابات دور اخیر احمدی نژاد اشاره کرد که باعث به وجود اومدن تظاهرات وسیع موسوم به جنبش سبز شد. آیا این انتخابات در دراز مدت به نفع رژیم هست یا نه؟ بله، خیلی ممنون که من رو دعوت کردید به این برنامه آقای مصطفی. تشکر میکنم از شما و همچنین عرض ادب دارم خدمت جناب شاهو حسینی که این هم فکر میکنم اولین بار هستش که من مفتخرم در خدمت ایشون هم هستم. یکی از سیاستمداران کهنه‌کار و مجربی که واقعا برای نسل‌های بعد میتونن الگو باشن. ببینید، داستان انتخابات در مورد شما به عنوان کرد که تکلیفش روشنه، یعنی واقعا از ابتدای انقلاب به خصوص در مورد اون رفراندوم وحشتناک، متاسفانه الان اپوزیسیونی ما هم گاهی اوقات هنوز صحبت از یک رفراندوم میکنن که آینده حکومت رو تشکیل میدن و از اون تجربه درس نمیگیرن. اما از اون دوران من تجربه کودکی خودم میگم، خیلی بچه بودم و صحبت این رو میشنیدم که جنگ با عراق، جنگ با کردستان و عملیات کردستان. من واقعا اون موقع ها نمیفهمیدم که این کردستانی که دارن میگن تو خود ایرانه. یعنی از ابتدا انقلاب در واقع جنگ رو با کردها شروع کرد و کماکان هم تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم در وضعیتی که از اونجا من دورا دور میشنوم، حتی در بلوچستان اینجاها، در واقع کاملا بر مبنای علوم سیاسی میتونید بگید که state of war هست، یعنی در شرایط جنگی است. بعد رفتار حکومت این گونه است. بنابراین برای شما مسئله انتخابات کلا یک معنای دیگری داره و آن روندی که پیش آمده. اما در فضایی که حالا میشه گفت فضای بیشتر شهرهای مرکزی هستش و انتخابات شکل گرفت، چون به مثلا جنبش 88، اعتراضات 88 که اشاره میکنید در شهرهای مرکزی و به طور مشخص در تهران اتفاق افتاد. خب اصلا اینجا واقعا ما با دو تا محیط سیاسی کاملا متفاوت روبرو هستیم. در این روند انتخاباتی در یک دوره کوتاهی توی عمر جمهوری اسلامی انتخابات اهمیت پیدا کرد، یعنی از سال 76 تا سال 92 و بعد تمام شد. نه قبلش انتخابات حتی در خود حکومت اهمیتی داشت، خیلی فرمایشی بود، مشارکت رو خیلی حکومت نمیخواست، دنبال نمیکرد. اما شش که خاتمی آمد سر کار، مسئله مشارکت مردم در انتخابات به عنوان یک فاکتور مطرح شد، بنابراین حکومت دنبالش رفت و این فضا باعث شدش که به انتخابات اهمیت بدن. ولی خیلی زود آقای خامنه‌ای متوجه شد که انتخابات ریاست جمهوری برای او یک دردسره، چون باید با یک نفری کار بکنه که معلوم نیستش چقدر با هم هماهنگی داشته باشن، اوامر او رو گوش بکنه، بعد از اون طرف مردم در خیابان میان رأی زیادی میدن، این رأی میتونه معنای متفاوت داشته باشه. شرایط بین المللی شرایطی بودش که خامنه ای نیاز به این مشروعیت و مشارکت مردم داشت، همانطور که دیم ظریف گفتش که وقتی مردم میان در انتخابات شرکت میکنن یعنی حکومت رو میخوان. این تا سال 92 در واقع بود و آن چیزی که ما به عنوان مهندسی انتخابات میشناسیم به نظر من در سال 92 پایان یافت. یعنی الان خامنه‌ای مهندسی نکرده. به چه معنا من مهندسی رو میگیرم؟ از این معنا که شما با افکار عمومی به گونه ای بازی بکنید که اون هدفی که دارید، یعنی مشارکت بالا رو به دست بیارید و یا کاندیدهایی رو بگذارید که منظور شما دقیقا همون کاندید باشه ولی جوری وانمود کنید که کاندید دیگه است و به خاطر اینکه مردم با شما مخالفن برن اونجا رأی بدن. این رو، این نوع مهندسی رو ما اوجش رو در 92 میبینیم، یعنی دوره اول روحانی که بعد از تجربه 88 خامنه ای از اینکه صریحا هم تو سخنرانی هاش گفتش که
آمدن مسئله رقابت رو کشیدن به خیابان‌ها، خیابان‌ها رو در واقع خواستن که زورآزمایی خیابانی بکنن، این کلمه رو به کار برد. اما در سال 92 خامنه ای برگشت گفتش که این حماسه سیاسی خواهد بود. وقتی شما کلمه حماسه سیاسی رو میشنوید که الان نمیشنویدش، متوجه هستید که با یک مهندسی روبرو هستید، قرار یک حماسه بسازن به قول خودشون. و خب روحانی به نظر نمی آمد، یعنی خیلی از مردم متاسفانه تصور میکردن که روحانی آدم رفسنجانیه، در حالی که 16 سال بالاترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود، منصوب شخص آقای خامنه ای، و آقای خامنه ای او رو تکرار کرده، یعنی دوباره ابقا کرده بود، تقریبا با هیچ کس این کار نکرده بود، انقدر خامنه ای با روحانی نزدیک بود یا بهش اعتماد داشت. ممکنه شیوه هاشون به هم نمیخورد، ولی چون ذهنیت امنیتیه میدونستش که روحانی برای او قطعا تهدید امنیتی نیست، بنابراین به این مسئله راضی میشد. و بنابراین به نحوی پیش رفتش که مردم برن به روحانی رای بدن، از بدتر بگریزن، و بعد از اینکه انتخابات تموم شد دقیقا اصلا با یه حالتی که هیجانش مشخص بود گفتش، آمد بیرون و گفت دیدید گفتم این حماسه سیاسی بود. بنابراین اینجا به نظر خودش توانست کنترل بکنه آن چیزی که در 88 به وجود آمده بود و اون نتونسته بود کنترل بکنه، که به عنوان فتنه نامید، و خامنه ای فکر کرد اون موقع بود که واقعا نظام داره بی ثبات میشه. تنها موقعی که خامنه ای نسبت به اقتدار نظام جمهوری اسلامی نگران شد اون دوره بود، الان ها اصلا نگران نیست. بنابر این دوباره برگشت به دوره در واقع خمینی، یا دوره شاه هم اینجوری بود، انتخابات فرمایشی در واقع، به خاطر اینکه دیگه مسئله ای نداشتش، و این یواش یواش تکمیل شد. در امسال به خاطر اینکه خب داره مذاکرات هسته‌ای خودش رو پیش میبره، خودش رو در ثبات و اقتدار میدونه، نگرانی نداره، خیلی هم اتفاقا الان برخلاف تمام شایعاتی که میگن که بیماره و برای جانشینیش و اینا، که صرفا توهمات تحلیلگران بیرونی در این رسانه هاست، اتفاقا خیلی بیشتر میاد بیرون، بیشتر خودش رو بروز میده، سیاستگذاریش رو در بیرون در عموم میکنه، در سخنانش میکنه، پشت پرده کمتر کار میکنه که قابل توجه هستش. بنابراین احساس نیاز نمیکنه به چنین مشروعیتی که بخواد از مشارکت بالا به دست بیاره، و خیلی سریع هم گفته اصلا ممکنه موضوع انتخابات عوض بشه، شیوه هاش عوض بشه، اصلا یک جور دیگری مشارکت مردم بکنن، یعنی انقدر مشخص هم صحبت کرده. این میشه گفت روند کلی انتخابات بوده در ایران، الان نیازی بهش عملا ندارن. آقای حسینی، در شهرهای کردستان ایران بر طبق آماری که خود نظام اعلام کرده، دوره اخیر انتخابات پارلمان 17% مردم شرکت کردند، و همچنین این روزا ویدیوی رو در سوشیال میدیا دیدیم که ستاد رئیسی هزینه فراوانی کردن، محوطه وسیع رو گرفتن، صندلی های زیادی رو تدارک دیدند، اما خالی از مردم. و مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، که حزب نکات کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران و حزب کومله زحمتکشان هستند، در بیانیه مشترک انتخابات رو بایکوت کردند که مردم رأی ندند. خب مردم قبلا هم رأی ندادند، حالا هم رأی نمیدن، به ویژه در کردستان. الترناتیو چی هست برای اینکه مردم رأی ندند؟ آیا هیچ الترناتیوی هست برای آینده سیاسی مردم؟ بله، برای به جای اینکه خب اینکه رأی نمیدن چیکار بکنن که بتونن در آینده سیاسی خودشون دخیل باشن، چه چیزی رو باید به این مردم گفت، چه مسئله رو باید به این مردم گفت که امیدوار باشن که رأی ندهند؟ چون قبلا هم رأی ندادند، اما وضع رو میبینیم که فرقی نکرده. ببینید،
ببینید رژیم جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای و بیت رهبری از شعار ترسی نداره. دوست داره تمام مردم ایران یک جا صدا بزنن، نمیدونم دموکراسی میخواییم، آزادی میخواییم. تا وقتی که زبان جمهوری اسلامی رو نفهمن، جمهوری اسلامی ازشون ترس نداره. جمهوری اسلامی فقط یک زبان رو میدونه، اون زبانی که خودش با اون صحبت میکنه. باید با این زبان با جمهوری اسلامی صحبت بشه. کردستان خوشبختانه از روز اول در اثر اون ددمنشی جمهوری اسلامی ناچار بوده یک دفاع مشروع برای خودش قائل بشه و از این دفاع مشروع تا حدودی تونسته خودشو از خودش دفاع کنه و از نابودی کرد و کردستان جلوگیری کنه. اما در بقیه نقاط ایران متاسفانه همچی چیزی نیست. الان نگاه کنید اپوزیسیون ایرانی هم، اونی که اسم خودش اپوزیسیون گذاشته، روزی یک شعار رو میگیره، نه به جمهوری اسلامی، دلش به این خوشه که 100 نفر این رو امضا کردن و با این 100 نفر خودشو در رهبریت آلترناتیو آینده ایران میبینه. هر که برای این خودش داره دست و پا میزنه که شاید اونم جز همین جمع بشه. اما تا وقتی که مردم یک مقاومت مردمی در ایران ایجاد نشه، جمهوری اسلامی به هیچ وجه حاضر نیست حقوق اولیه مردم به رسمیت بشناسه و تنها راه اینه که این رژیم سرنگون بشه. میبینیم آلترناتیو به اون نیروهای اپوزیسیون موجود شعار میدن که مدیریت گذار از رژیم با ابقای تمام ارگانهای سرکوبگر رژیم. اگه قرار باشه این ارگان‌های سرکوبگر در جای خودشون بمونن، چه نوع آزادی انتظار داری؟ فقط این ارگان‌های سرکوبگر رو میخوان برای کسانی که روی تصمیم خودشون و خواست خودشون مصر هستن و میخوان به اون خواست اساسی خودشون برسن. میخوان از طریق این نهادهای سرکوبگر فردا این تیپ از جامعه رو سرکوب کنن. در نتیجه تنها راه اینه که مردم یک مقاومت مدنی داشته باشن و نیروهای اپوزیسیون هم کلن از این مردم جانبداری کنن. برای اینکه به این نتیجه برسیم، به اینجا برسیم، باید واقعیت امروز ایران رو درک کنیم. ایران باید از این تکمهبری خارج بشه. نمیتونن فردا کردستان، آذربایجان، بلوچستان، عربستان، ترکمنستان، نمیدونم همه این که ملیت هایی که در ایران ساکن هستن مثل گذشته اینا رو هدایت کنن به میل خودشون، هر کاری خواستن منافعشون رو زیر پا بگذارن، اون هر ظلمی که دوست دارن به اینا روا ببینن. امروزه این قابل قبول نیست. هم اپوزیسیون باید این رو درک کنه و هم رژیم جمهوری اسلامی میدونه که دیگه گذشته از این. در نتیجه وقتی میتونیم جلوی این رژیم رو و اون فکر غلط یک ایران واحد، یک زبان واحد، یک مذهب واحد، یک دین واحد اینو کنار بزنیم که برنامه محور حرکت کنیم، باید برنامه تنظیم بشه و این برنامه مورد قبول اکثریت مردمان ایران قرار بگیره و اپوزیسیون با این برنامه حرکت کنه. بلا با شعار دادن امروز بیان همه با هم کمک کنیم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم، فردا فکری خواهیم کرد، دیگه این گذشته. امروز منو کمک کن تا فردا رئیس تو بشه و تو رو سرکوب کنم. از این نظر من میگم که ملیت های ایران به این صورت که یک دست و متحد ایستادن آینده مملکت رو رقم خواهند زد. بهترینه که کسانی که گوش خودشون رو پنبه گذاشتن بیدار بشن و با این ملیت ها همکاری کنن برای یک ایرانی که
بتونه با هم زندگی کنیم و ایرانی باشه که دیگه از ترس از نفوذ خارجی نداشته باشه. آقای تهرانی، در مناظرات اخیر این 7 نفری که توسط شورای نگهبان انتخاب شدن تا مردم به اونها رأی بدن، باید اینطوری بگیم، یکی از مسائلی که به هر حال این 7 نفر سعی میکردن در موردش مانور بدن و مرتب هم تکرار میکردن و حتی میخواستن خودشونم به یک نوعی به زبانی به غیر فارسی صحبت کنن، مسئله ملل ایران بود که به قول اونها قوم. چرا تا به این حد این مسئله برای این نامزدها مهم شده که بیان از اهل سنت صحبت بکنن، از نیروی زنان صحبت بکنن، از نیروی جوانان صحبت بکنن، از قومها به قول خودشون اسم ببرن و بگن از ما پشتیبانی کردن و حتی در این مورد بعضی وقتا در این مناظرات یکی از کاندیداها سعی میکرد که بگه نخیر شما اشتباه میکنید، بیشتر فلان به قول خودشون قوم با من در تماسه و شعری هم براش میخون که بیشتر ثابت بکنه. این مسئله از کجا سرچشمش میتونیم بگیم، از کجا نشأت گرفته، این مسئله چطور شده که اومده توی منازعات و مناظرات کاندیدای ریاست جمهوری؟ آیا واقعا نظام به این نتیجه رسیده طبق همون گزارش FDD که اتفاقا خدمت شما و آقای فاضلی بود یک برنامه در موردش داشتیم، که ملیت های ساکن ایران کمتر دیگه اهمیت میدن به تابعیت ایرانی، آیا واقعا به این دلیل هست که صدای ملیت ها به گوش نظام رسیده؟ شما هم در این مورد یک توییت خیلی جالبی نوشته بودید، میخوام بیشتر خودتون در این مورد توضیح بدید، بفرمایید. حالا اگر به اون توییت اشاره میکنید، من تبریک گفته بودم، دلیلش هم این بود که کاملا یک سفر درونی خودم بود، من خودم رو ابراز کردم. من سال هاست به نسبت از دوران خیلی کوچیکی وارد سیاست شدم و اون زمانی که به صورت مستقل شروع کردم فعالیت سیاسی کردن که با جبهه ملی، با حتی حزب پانیرانیست، با اینها در واقع نزدیک شده بودم، گروه های مختلف اپوزیسیون رو و نیروها رو مرور کردم. اتحاد جمهوری خواهان احتمالا جوانترین عضوش بودم احتمالا، فکر میکنم، و بعد از اون دیگه وارد کار با قول معروف سازمان سیاسی و تشکلات سیاسی اینها نشدم. اما این تجربه به من میگفتش که خب چرا ما پیروز نمیشیم؟ من اینکه فقط بگیم که ما مبارزه میکنیم و همینطور مبارزه میکنیم و مبارزه میکنیم برای من بی‌معناست و واسم بالاخره یه برنده شدم میخواد، یه پیروزی میخواد، یک جایی آدم باید یه مرحله بره. من چنین تجربه‌ای در خودم نمیدیدم. اما از وقتی که آشنا شدم با مسئله حقوق ملت‌های غیر فارس و آشنا شدم با اینکه این موضوع مهمترین مسئله امنیت ملی ایرانه، حتی کاملا جدا از اینکه چه حکومتی داریم، یعنی یک موضوع ساختاری و بسیار مهم در مورد ایرانه، یک موضوعی است که حتی میشه گفتش که رژیم جمهوری اسلامی زایده بی‌توجهی به این مسئله است و در مسیر دوران پهلوی به این سو بسیار ریشه ایست و خب من متوجهش نشده بودم مثل بسیار دیگری. اما بعد وقتی که دیدم در مناظرات مسئله اتنیکای ایران به ملت‌های غیر فارس طرح میشه و انقدر نه تنها در اونجا، در همه جا داره طرح میشه، یعنی جامعه سیاسی ما، جامعه فارس زبان ما، مرکزگرای ما، فدرالیست ها، مخالف و موافق دارن در این مورد این موضوع حرف میزنن، یعنی این عملا تبدیل شده به دیسکورس و گفتمان غالب و مسئله‌ای که هیچ کسی ازش نمیتونه فرار بکنه.
اینجا رو مقایسه کردم با 2 سال پیش یا 3 سال پیش که خیلی فکر میکردن این مثلا میشه به حاشیه روند. من ملامت هایی که میشدم و سرزنش هایی که میشدم و فشارها به خیلی اینجوری فکر میکردن، اما الان حتی مخالفینش مرکزگرایان مجبورن که در موردش حرف بزنن، در مورد مثلا فدرالیسم یا حکومت مجبور از اون به عنوان استفاده ابزاری بکنه. ولی یک مثال بزنم احتمالا مشخص میشه. من یک دوره کوتاهی دوره هیپنوتیزم رو برای دانشجوی دندون پزشکی و یک سری دانشجوها میگذاشتن، بیشتر دندون پزشکا که بتونن با بچه روی یونیت کار بکنند و آرام باشند اذیت نکنه. یه دوره هیپنوتیزم کوتاهی رو من گذروندم. بعد یه چیز خیلی جالبی در این داشت و اون که اون استاد میگفتش که اگر در واقع مراجع شما خیلی احتمال زیاده که خودش رو به خواب بزنه، هدفش اینه که شما رو فریب بده که خوابه، ولی در واقع تو خواب هیپنوتیکی نیست. شما به روی خودتون نیارید، اون هدفی که او داره رو اتفاقا تقویت کنید، بگید آره تو خوابی، تو خوابی، حالا هر جوری دارم سادش رو میگم. بعد او واقعا به اون خواب هیپنوتیکی خواهد رفت، یعنی فریبش علیه خودش کار خواهد کرد. جمهوری اسلامی هم داره از مسئله ملت‌های غیر فارس استفاده ابزاری میکنه، فکر میکنه که داره یعنی بالاتر تو این بازی و داره او هستش که داره بازی میکنه، در حالی که کاملا برعکسه. باید بگیم بازی بکن، اشکال نداره، بیا ترک کن مسئله رو، بیا استفاده ابزاری بکن. این در واقع پیروزی گفتمانه، پیروزی این مسئله است که این موضوع مطرحه الان در تمام جامعه ایرانی، بهش توجه داره میشه. و اینکه چون این توجهی میشه، بجز تلاش های کسانی که در این زمینه کار کردن، یک بخش شبکه های اجتماعیه، یعنی صدای مردم شنیده میشه و این صداها رو نمیشه سرکوب کرد. نه جمهوری اسلامی میتونه سرکوب بکنه، نه اپوزیسیون مرکزگرایی میتونه سرکوب کنه که رسانه ها در اختیارش هستن و ثروت بسیار زیادی در اختیارش هستن، نمیتونن. یعنی افراد روی شبکه‌های اجتماعی دارن در این مورد حرف میزنن، حتی رسانه ها، حکومت، همه رسانه مستقل و غیر مستقل، همه مجبورن دنبال این مسئله بیاند. این اتفاق افتاده، این فوق‌العاده است، هم یک پیروزی برای تلاشگران هستش، هم تکنولوژی و شرایط موجود این وضعیت رو به یک مسئله تبدیل کرد. و از طرف دیگه چنین مسئله‌ای رو باید به فال نیک بگیریم، به خاطر اینکه مفهوم دموکراسی که ما دنبالش هستیم متاسفانه در ذهن بسیاری از ما ایرانیان شناخته شده نیست. ما تصور میکنیم که این حکومت بره تعویض بشه با یک حکومت دموکرات، حل ما دموکراسی خواهیم داشت. تعویض حکومت دموکراسی نیست، هر چقدر این طرف که قرار بیاد مثلا منش دموکراتیک داشته باشه، ساختار باید دموکراتیزه بشه. معنای ساختار دموکراتیزم یعنی توزیع قدرت، یعنی تهران از اهمیت افتادنش. تهران الان یک سرطانه، شهر منه، ولی به گفته آقای قالیباف 24% مردم ایران دارن در اونجا زندگی میکنن، در حاشیه ها، یعنی یک خطر امنیتی بزرگه وضعشون، همه چیشون. 24% فوق العاده است تو کل دشت تهران، وحشتناکه. اینها دقیقا همان مرکزگراییه که باعث سرطان تهران میشه. بعد این وضعیت که تهران تصمیم گیرنده باشه، رئیس جمهوری که در تهران هست تصمیم گیرنده باشه، خیلی مهم باشه، یا پادشاهی که در تهران در این پایتخت به تخت نشسته، اینها نشون میده که ما هنوز نفهمیدیم دموکراسی یعنی چی. در دموکراسی شما رهبران رو از قبل تشخیص نمیدید، چهره نیستن، سلبریتی نیستن، میجوشن از بین مردم، قدرت توزیع میشه در یک فضای کاملا فدرال. دموکراتیزه شدن یعنی دسترسی همگی به قدرت، برای خودشون میتونن تصمیم بگیرن، توسعه به صورت همگن شکل میگیره، یعنی این توسعه آمرانه که ما در زمان پهلوی داشتیم نخواهیم داشت. توسعه واقعا چون توسعه همگنی نبوده، خیلی ها میگن دوران پهلوی، میگن مثلا ببینید چقدر ما وضعمون خوب بود، حالا کجا؟ احتمالا تهران، احتمالا اصفهان، احتمالا شیراز، اینجاها رو دارن صحبتشون میکنن.
و یا مثلا حتی در مورد آبادان و اهواز هم صحبت میشه، اون تهرانی ها یا اون مرکز نشین هایی هستن که برای صنعت نفت در به اونجا رفتند. بنابراین توسعه هم که میشه، توسعه اکولوژیک میشه، مردم به زندگی خودشون میرسن. در میخوام اینطوری خدمتتون بگم، صحبتان تمام بکنم، مسئله توزیع قدرت، مسئله تمرکز زدایی از قدرت، همه چیز برای ما میاره. دموکراسی، توزیع قدرت، همه چیز میاره. تضمین دموکراسی است. یعنی شما در شرایطی که قدرت رو توزیع کرده باشید، نگران نیستید که یک نفر بتونه خیلی اثرگذاری عجیبی داشته باشه و مسیر رو عوض بکنه. دموکراسی تضمین میشه. از سوی دیگه تمرکزگرایی نابودی کامله. یعنی این وسط شما هیچ چیزی ندارید، واقعا صفر یا صده، عددهای وسطی وجود نداره در این موقعیت. به این خاطر که همین الان ما داریم جنگ آب میبینیم. همین امروز خبر آمد توی جریان سوم، دوستان گذاشته بودن که در اهواز مردم آمدن این آب بندها و نه در اهواز نیست، نمیدونم در کجا بودش، خیلی سریع دیدم چون میخواستم خدمت شما باشم. مردم اومدن آب بندهایی که بعد این برنامه های سپاه رو در مورد انتقال آب و اینها رو دارن از بین میبرند. جنگ ها داره، جنگ های آب داره شروع میشه. اتفاقات دیگری که داریم میبینیم، از هر جهت نگاه بکنید، اون طرف نابودی کامل، این طرف زیبایی دموکراسی با تمام وجودش. یعنی واقعا قدرتی که در اختیار مردم باشه، شعار نباشه بگیم ایران برای همه ایرانیان. ساختار اینو نشون میده که ایران واسه همه ایرانیانه. ساختار باید تغییر بکنه. این به نظر من فوق‌العاده است. این به نظر من یک پیروزیه. این به نظر من یک راه بی برگشت، محال دوباره بشه برگردون در آینده ایران. چون این چیزی رو من نمیتونم تصور بکنم که مونوپولی قدرت در اختیار کسی باشه یا تهران تصمیم گیرنده برای جاهای دیگه باشه. این اتفاق در به صورت زیر پستی ولی بزرگی داره در کل سیاست ایران و جیوپولیتیکس ایران اتفاق میفته. با تشکر فراوان از جناب آقای مهدی جلیل تهرانی و جناب آقای شاه حسینی که در این برنامه با ما بودند، به دلیل اینکه وقت برنامه تموم شده، امیدوارم در برنامه‌های آینده بیشتر بتونیم این مباحث رو ادامه بدیم. با شما مهمانان گرامی و همچنین بینندگان عزیز، تا برنامه آینده شاد و پیروز باشید.